سلام، قطعا همه شما قراردادان ویدیو در متن رو دیدید، توی پیج‌های مختلف آموزشاش زیاده. اما یه سوالی که وجود داره این هست که چرا نمیایم از این افکتی که ایجاد میکنیم یک استفاده بهتری کنیم، یکم خلاقیت قاطیش کنیم و باهاش یک لوگو موشن بسازیم، یه چیزی شبیه این لوگو موشنی که الان دارید میبینید. خب قبل از اینکه شروع کنیم دو تا نکته رو بهتون میگم. یکی اینکه این تکنیک رو جایی پیاده کنید که یا میخواید تصویر عوض شه، یا اینکه مثلا انتهای ویدیوتون هست و میخواید لوگوتون رو نمایش بدید. و نکته دوم اینکه برای اینکه کارمون جذاب‌تر بشه یک مقداری باید روی ویدیو خودتون زوم داشته باشید. مثلا من اینجا میام و میزان 113 روی تصویر ایجاد میکنم تا یک مقدار زوم داشته باشم. دلیلش رو بهتون میگم. توی همین لحظه یک کات ایجاد میکنیم و ویدیو رو تقسیم به دو قسمت میکنیم. قسمت دوم ویدیو رو مشخص میکنیم، انتخابش میکنیم و میام توی همین لحظه یک کی فریم ایجاد میکنیم. حالا یک مقداری میریم جلوتر، مثلا من میام تا اینجا و بعد ریسیت میکنم تا تصویر برگرده عقب، که نتیجهش میشه این حالتی که اینجا دارید میبینیدش. اوکی، کار بعدی که میتونم انجام بدم چیه؟ اینه که برای اینکه یکم این حرکت جذاب‌تر بشه میتونم بیام کیفریم دومم رو انتخاب کنم اینجا و اسکیل رو بازش کنم و یک حرکت دورانی به تصویر بدیم تا تصویر یکم جذاب‌تر بره عقب. ببینید به این حالت. و حالا میتونم بیام لوگوم رو وارد کنم توی همین قسمت و اینجا قرارش بدم، برمیگردم روی فریم اولش قرار میگیرم و اینجا میزان اسکیلش رو مشخص میکنم، سایزش رو بزرگ میکنم، مثلا همین صدی که هست الان برای این لوگو خوبه، و یک مقدار میام جلوتر مثلا اینجا و میزانی که میخوام روی تصویر به نمایش در بیاد رو بهش میدیم، مثلا اینجا میخوام 25 رو بهش بدم و همون حالت دورانی که توی تصویرمون یا ویدیومون ایجاد کردیم رو به لوگو هم میدیم. یعنی میام این کی فریم رو انتخاب میکنم و بعد اینجا این حالت رو میدم بهش تا حالا بتونیم این نتیجه رو روی کار خودمون داشته باشیم. حالا کار بعدی چیه؟ این دوتا رو انتخاب میکنید، میره روی ترک بالایی قرار میدید، بعد یه کپی از ویدیوتون میگیرید زیرش قرار میدید و زمان ویدیو زیری رو هم کوتاهش میکنید. اصلا میارمش تا اینجا و کوتاهش میکنم. حالا این ویدیو دومی رو انتخاب میکنیم، میام توی قسمت افکت ها و افکت ترک متکی رو میگیریم و بهش اعمال میکنیم. میخوایم ویدیومون رو توی متن یا توی تصویرمون به نمایش در بیاریم، میریم توی قسمت افکت کنترل، اینجا توی قسمت متنمون بعد اون ترکی که من اون عکسمون داخلش هست رو انتخاب کنیم، ویدیو 3 اینجا انتخابش میکنم و حالا میبینید که نتیجه کارمون اینه که لوگو رو بهمون نمایش نمیده. چرا؟ چون بعد بیایم یک ترانزیشن دیفالت به این لایه ویدیو زیری بدیم تا تصویر یک مقداری سیاه بشه تا بتونه این رو به ما نشون بده و حالا میتونیم این نتیجه رو روی کار خودمون ببینیم. شما برای اینکه نتیجه بهتری داشته باشید میتونید فاصله کی فریم هاتون رو مشخص کنید که زمان بیشتری طول بکشه تا این بیاد عقب. مثلا ببینید این حالت و حالا تصویر من میاد و توی متن به نمایش در میاد. ببینید حالا اگر اجراش رو بخوایم ببینیم میتونیم به این حالت ببینیمش. برای اینکه بعدش هم لوگومون سفید بشه یا هر رنگ دیگه ای میتونیم یه کپی از این لایه لوگومون بگیریم، زمانش رو کوتاه کنیم و یک ترانزیشن دیفالت بهش بدیم و حالا میتونیم نتیجهش رو به این حالت ببینیم. اگر که دوست داشتید یک رنگی هم زیر لوگوتون به نمایش در بیاد در ادامه کار، میتونید یک کالر مت هم ایجاد کنید، بیارید زیر لوگو قرار بدید از هر لحظه که مد نظرتون هست تا بتونید یک همچین لوگو موشنی رو برای خودتون ایجاد کنید در افزار پریمیر.